ډیرو ګرانو قدرمنو د سپورت نړۍ پروګرام لیدونکو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشاله وي. زه موسنه کوهستاني او زما همکار رسول کوهستاني نن بیا هم د سپورت نړۍ پروګرام په خپرېدو ستاسو په کورو کې مېلمانه یو. خدای دې وکړي چې دا یو ساعت د موږ سره د دې پروګرام نه خوند واخلئ او د موږ سره یو ځای دغه پروګرام مخته بوزئ. به نام خداوند یکتا و بزرگ، ما هم به نوبه خود سلام های گرم خدا برای بینندگان تلویزیون پیام افغان، خصوصا پروگرام ورزش تقدیم میکنم. آرزومند هستم که در هر جایی که هستین خوش و جور و آرام باشین. بله بیننده های عزیز، ما امروز در برنامه خود یک دوست عزیز خدا که علی جان زبیزاده ما اینیا را در پروگرام دعوت کردیم. به می ارتباط ما پروگرام خود نیم ساعت وقت تر شروع کردیم که با این برادر خود صحبت های داشتیم که وقت برنامه را زیادتر یک نیم ساعت زیادتر گرفتیم که برازی علی جان زبیزاده ما خوش آمدید میگویم که در پروگرام ما خوش آمدن و امرایشان چند گفت و شنیده می داشته باشیم. البته دوستای گرامی، قبل از اینکه ما با علی جان و زبیزاده را به معرفی بگیریم، خودشان معرفی کنن، من میخواستم کوتاه سر علی جان زبیزاده که خودشان اما کارهای خوب ما در کلاب ما است، کلاب آریانا و اسفاو که کمک های زیاد به ما رساندن و زمنان خودم با ارتباط کارهای خودم، کارهای شخصی خودم کمک هایی که برای ما کرده، من خودشان هم گفتم کاش که ما یک ده سال پیشتر با هم آشنا میشدیم که در وقت ما بسیار مسمر واقع میشد، ولی با هم حالا بسیار کمک های زیاد با ما کرده و من ازشان خواهش کردم که چون به ارتباط افغان ها کارهای که اینا دارن که بعدا حالا ما سرش از خودشان پرسان میکنیم کارهای بسیار نیکیست به ارتباط افغان، از خاطر ما ازشان تشکر میکنم که دعوت ما رو پذیرن. نگه زحمت نمیشه علی جان خدا به بیننده‌ها یک دفعه معرفی کنیم. خواهش میکنم. سلام، عرض ادب و احترام خدمت بینندگان محترم و تشکر از شما که دعوت مرا کردید. خواهش میکنم. خب علی جان، نگه زحمت نمیشه لطفا شما خود معرفی کنید که شما مسلک شما چیست، تخصص شما چیست و کار شما چیست و به چی ارتباط ما شما رو دعوت کردیم. خواهش میکنم. همین دیگه شما لطف کردین و یاد کردین. نام من هست علی زبیزاده. من خودم تحصیلاتم در بخش بانکداری است، در کل اقتصاد خواندم، رشته اقتصاد در همین شهر هامبورگ و در 7 سال آخر ما در این بخش کار میکنیم. ما دفتری داریم در مرکز هامبورگ و در خدمت هموطنان عزیز هستیم. با کلاب آریانا آسفا و دوستای محترمی که مثل شما اونجا زحمت میکشن در سالهای اخیر از این طریق من در تماس هستم که در قدم اول با هم دیگر کارهای شخصی را انجام داده بودیم و برای از این خدمات ما با خبر شدیم و کوشش کردیم حداقل تا جایی که میتونیم، تا جایی که توانش را دارین یک هم کمک باشین. لطف کردین بر ما رسید کمکاتون، بسیار تشکر. امیدوار هستیم که به مثل شما دیگه افغانای ما هم متوجه امی کلاب ها و اتحادیه ها و ورزش ها بشون، به خاطر که واقعا شما میدونید که ضرورت دارین و ما کار ما فقط به خاطر افغان و برای افغان هاست. خب محترم زبیده صاحب، در شرایط امروزی، خب ما پیشتر یاد کردم که من کاش که 10 سال پیشتر من خانه خریده بودم یا 12-13 سال پیشتر، اما در شرایط امروزی نظر به تجربه و تخصص شما که در این رشته دارین برای گرفتن خریدن خانه یا املاک چی مسائل باید متوجه بود، چی موضوعات باید دقیق شد؟ به خاطر از اینکه ما تجربه خود دیدیم، شما هم خبر دارین بسیار بانک هاست که آدم کش میکنه به یک شکل سر آدم امضا کنه و بعض مسائل که آدم نمیفهمه امضا میکنه پس آن میبینه که جنجال پرابلم هاست. اگه سر ازی لطفا کنیم برای بیمده و افغان های عزیز ما که در این مورد ببینین. مجری صاحب محترم، بینندگان عزیز، این طور هست که ما در سالهای اخیر در تاریخ که سعی کنیم از 1980 و بعد تا سال 2013
همین مسائل تنز که هست، تنزی که بانک ها برای قرضه ای که برای مردم میدن، آیا برای یک زمین باشه یا خانه ای که از کسی دیگه میخرن یا خانه ای که خودشان همراه یک مهندس یا انجینر میسازن، به این حدی که فعلا هست پایین نبود. یعنی در کل گفته قیمت هایی که امروز شما در از مدت میتونید از و قیمتی که شما امروز میتونید در از مدت صاحب یک ملک شوین در تاریخ به این قیمت ارزان نبود. از این بابت هم به نفع ما و شما هست، چون که از هم گذشته ما به افغانستان هم که بود و عادت از این نداشتیم که کران نشین دراز مدت باشیم. همگی ما صاحب یک ملک بودیم، زمین دور رو بر خود داشتیم و این چیز هم که مردمی که من میبینم که با ما صحبت میکنن، با ما در تماس میشن، اکثریتشان قصد امیر دارن دراز مدت، منتها به بعضی ها به قول معروف یک کوی هست که یعنی برشان نامعلوم هست که چجوری کور را بالا شمن. بله ولی واقعا ما خودم هم متوجه شدیم که کسایی که در بانک ها هستن، اونا تا از توان کوشش میکنن که قرارداد های بسته کنن که به مفاد خودشان یا به مفاد بانک باشه، به خاطر از اینکه مفاد خود از اونا در وجه هست، از طریق یا تقدیر میشن یا ماشان بلند میشه یا فیصدی خودشان در او سهم دارن. به این خاطر واقعا به شخص که تجربه داره و از این خب محترم زبیر صاحب، شما چه ارتباطات با بانک ها دارین؟ آیا مشخص برای یک بانک کار میکنین یا اینکه چی اصلا کار شما چطور است؟ بله، یک مسئله بسیار مهم است که شما یاد کردین. این مشکل اولی که شما یاد کرده بودین برای خود دولت آلمان معلوم است فعلا، و قوانین های در سال گذشته بر علیه همین مسائل در آوردن که کسانی که به این شرکت های مسائل بخش فینانس کار میکنن قصد از این نداشته باشن در قدم اول که فایده خود را زیاد کنن، ادک طرف دیگه هم بر مشتری و آرزوهایی که مشتری داره رسیدگی کنن. اما به این مسائل که خود ما شخصا چی میگنین، ما شخصا قرارداد بسته کردین در اخیر مسئله تازه است. در اول من خودم همراه بزرگترین بانک آلمان مدت درازی کار میکردم و اونجا هم تجربه زیاد جمع کردم. در مدت‌های اخیر ما قرارداد همراه 100 بانک بسته کردیم که از اون طریق تمام بازار، تمام بانک‌هایی که واقعا در اروپا نام دارن، تخصص دارن و سابقه دار هستن، یه بسیار نقطه مهم است، همکاری میکنین. از اون طریق کوشش میکنین به نفع مشتری کار کنین بدون از این که یک یا دو بانک ببینین که همراه از اونا همکاری میکنین که یک آزاد باشین برای مشتری. ولی شما بانک های زیادتر دارین، هر وقت که مشتری میاد شما او را میبینین که در کجا بهتر خوبتر میتونین یعنی به نفع مشتری تان باشه. خب محترم زبیر صاحب، یک سوال دیگه علی جان، ما از پیشتان میکرم، غیر از این موضوعات چی خطرات دیگه وجود داره؟ طبعا یک چیز هست گفتن شما که سنز است. سنز که برای اکثریت مردم معلوم است، بلازه ای که قرارداد همراه یک بانک میخواییم بسته کنم سوال میکنن که چی مبلغی سنزی است که اینا بعد ماهانه پرداخت کنن. از یک لحاظ دیگه مسائل های دیگه هست که خرجایی هستن که برای مردم نامعلوم هستن، که گبورهایی که از طرف بانک ها گرفته میشن و هم به این نقطه ها بعد خود را آگاه بسازند. یکی از سنز گفتن شما، یکی نقطه دیگه که خودم یاد کرده بودم که گبورها هستن، و نقطه سوم است کدام طریق قرض آدم امضا میکنه. ما به زبان آلمانی انویتیت گفته میشه، انفلیک گفته میشه و همسال از اینا، و مدتی که طول میکشه تا ای که آدم قرضه خود را خلاص کنه. این مسائل ها همگی باید مردم در نظر بگیرن. کم ما در گذشته ندیدیم که مردم قراردادهایی داشته باشن که حتی 35 تا 45 سال طول میکشن. اون مردم به اون موقع تقاعد میکردن و بعد از حتی وقت تقاعدشان بود، و من بر خودم سوال خلق شد که چجوری اینا میخواین و کدام امکانات وقتی که اصلا نیروی کاری دیگه نداشته باشن، تقاعد کرده باشن، معاشی که حالا میگیرن اون وقت که نمیگیرن طبعا، چجوری میخواین اصلا این قضا رو پس پرداخت کنن؟ و یک مشکل بزرگ است که من فکر میکنم اکثریت مردم متوجه کارزوی خود میبینن، خیلی ببینیم اصلا اون مسئله متوجه نمیشن، متوجه 30 سال بعد هم نمیشن، متوجه 20 سال بعد هم نمیشن، که واقعا باید قبل از اینکه آدم این کار را میکنه باید به یک شخص فهمان مثل شما باید. البته خوب اگر افغان ما بیایم را شما میره زنگ میزنم تا
طور که تلفن شما در استودیو افتاده میتونن یادداشت بکنن. کسایی که اگر علاقمند خریدن خانه زمین یاد داشته باشن میتونن امروز شما تماس بگیرن. اگر شما تلفنی تماس میگیرین با اونا صحبت می داشته باشین یا فرضاً اونا من دفتر شما یا شما پیشان میرین، کدام مصرف دهی داره؟ بله، معمولا اینجا هست که ما و همین بانک هایی که ما یاد کرده بودم که قرارداد دارین، مثل ازی که مردم راستن میرن پیش یک فیلیال و فیلیال از مرکز های بانک ها که اکثریتشان به فرانکفورت هم ماین هستن و اونجا اینا حق خود را میگیرن و زحمت هایی که میکشن همچنان از ما همونطور است. یعنی همونطور که منظور ازی بر راهنمایی برای ازی که مشوره میتین برای ازیام کدام پول شما چارج میکنین یا یکی که وقت کار کردن میکنین؟ برای مشورت اول بخوستن اصلا ما یعنی چیزی حساب نمیکنین که حساب با هم مردم داشته باشین. مسائل های هستن اما اون مسائل های کم هستن که بسیار مسائل های پیچیده است که 3-4 ماه حتی تال میکشه تا او قرضای کلانتر هستن که خلاص شن، اونا باز مردم ما جریان میمونه. اما مسائل های عادی و حد اکثر مردمی که در تماس میشم نه. خب گپ بسیار نیکسی که اصلا مصرف نداره که با شما کسایی که اگر در فکر خانه خریدن و املاک خریدن و زمین خریدن یا باشن همراه شما در تماس میشن، شما مسائل برشان نشان میدین و تمام موضوعات برشان مطرح میکنین، اصلا این مصرف نداره که کدام مشکل نیست، هر کس میتونه در تماس بیاد. خب علی جان یک سوال دیگه، چی باید کرد در موقع خرید خانه و یا املاک اشتباه نکرد؟ ببینین بازم همون نقطه‌ای که اول ما شما یاد کرده بودین خانم کوهستانی محترم، این هست که این بوز در بازار سنس بسیار پایین هست. یعنی از یک طرف دیگه ما شما میتونه فکر کرده که همون فامیلی که در سال 2008-2009 اصلا امکانات خریدن یک خانه نداشتن، چرا؟ چون که فشار در کل یک چیز از سنس، مسئله دوم تیگون هست، یعنی چیزی که از قرض مردم کم میشه، از اون چیزی که ماهانه پرداخت میکنن یا از حسابشون کم میشه، اون مسائل باعث از این میشد که با اون موقعی اونا اصلا امکاناتشان نداشتن. امروز چون که سنس پایین است امکاناتشان دارن. خطر به می نقطه است که قراردادشان اکثریت وقتها 30 سال، 35 سال، حتی 40 سال است و قراردادهای بانک ها در قدم اول بعد از 10 سال تمدید میشن. این که بعد از 10 سال تمدید شن، خطر بزرگ ای است که سنس بالا شده است. این که سنس بالا شه، همون کسی که 2008 امکاناتش نداشت و فعلا داره چون که سنس پایین است، امکان داره که باز فرض کنین که 2013 امضا کرده باشه، 2023 پس همون مشکل باش پیدا شه. و این مسائل ها آدم باید پیش بینی کنه و غیر از او مسائل نیروی کاری است که مسائل های واقعی که آدم اونا هم همچنان آدم میتونه کار کرده که با مشکل برای آدم تباروز خرق نشه. خب پری جان، ما فکر میکنم که کافی برای بیننده های تلویزیون افغان عزیز معلومات دادیم. چند تا تلفن آمد، اگر ما تلفن ها رو بگیریم چون وقت پروگرام و بسیار موضوعات مهم و بسیار دقیق ورزشی ما در پیش داریم دیگه. بسیار جز تشکر از شما میکنیم که شما زحمت کشیدین، دعوت ما رو قبول کردین. امشالله سر از این موضوع باز علاقمندی افغان ها داشتن، ما شما بازن در پروگرام بعدی مفصلتر و بهتر صحبت میکنیم. بسیار تشکر از اینکه دعوت کشین و دعوت ما را قبول کردین. اما بیننده ها اگر میتونن سوال کنن در صفحه تلویزیون نمره تلفن تان است یادداشت کنن، امرای شما میتونن مستقیم بدن صحبت کنن، اما نمره تلفن تان که در صفحه است میتونن. بله، در اخیر اگر وقت پروگرام بود بعد از موضوعات ورزشی انشالله باز ما تلفن هایتان رو میگیریم و امروز شما صحبت میکنیم. بدون از او شما یادداشت کنید، میتونید با ما هم در تماس بیایید، ما کانتکت شما را با آقای زبیزاده فراهم میکنیم و یا شما تلفن مستقیم خودشان دارین میتونید امروزشان صحبت میکنید. بسیار زیاد تشکر آقای جان، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. خب بینندگان محترم، میایم سر موضوعات سپورتی پروگرام ورزشی که در هفته‌های قبل اگر شریف صاحب اگر زحمت نمیشه می ویدیوی چیز خوب دوستای عزیز، در هفته‌های قبل طوری که شما ما نشر کردیم پروگرام مسابقات فوتبال داخل جمنازیم، در اون مسابقات که برای 2 روز بود ما روز اول مسابقات مکمل نشر کردیم
و قسمت روز دومش که یک مقدارش بود چون وقت پروگرام کم بود ما نتونستیم که او رو مفصل به نشر برسانیم و ما خواستیم که امروز او پروگرام او رو ما بر شما امروز به نشر برسانیم و همچنان در پولیش و والیبال. خب دوستای عزیز این مسابقات بر دو روز که دایر شد در روز اول امکاناتش هست که شریف صاحب یک مشکل است در روز اول این مسابقات تقریبا تمام مسابقات افغانی بود و تیمای افغانی اشتراک کرده بودن که در جمله تیم قندار مقام اول گرفت و در روز دومش که شما تورکال در تلویزیون میبینین این مسابقات تقریبا زیادتر از 20 تیم اشتراک کرده بودن که در اینجا بین تیمای خارجی آلمانا و تیمای افغانی مشترکن ما پیش می بردیم که واقعا مسابقات بسیار جالب بود و افغان ها زیاد آمده بودن و تشویق کردن و هدف ما از این مسابقات همیست که ما بتانیم جوان ها را به خاطر ورزش در یک محیط سالم ورزشی و اونا را از بیرون کردن از مسائل نامناسب که در اروپا است از اوجه در یک جایی که هم ورزش میکنن و هم در مسائل رسوم های ولایت مذهبی و مسائل لسانی ما بله کلچر ما لسان ما روزهای ملی روزهای مذهبی روزهای تاریخی خود تجلیل میکنیم اینا لسان های میاموزن یعنی بسیار بسیار مسائل که در ظرف ده ها سال که ما با اینا کار کردیم میبینیم که چقدر مسائل است که اینا میاموزن و دومی که چی افتخارات بزرگ را اینا به دست آوردن خصوصا در رشته فوتبال و والیبال که چند بار اینا بالا آمدن و این قابل افتخار است باید یاد کنیم و ضمناً از کسایی که در این عرصه کار میکنن تنها ما و محسن جان نیستیم یک گروه کلان کار میکنیم که آدم باید به افتخار ازشان تشکر کنه و یاد کنه و دیگه دوستان این کارا یک صورت گرفته ای همش برای به خاطر افغان به نام افغان ما از وقت خود از هم امکانات خود تا به حال ده ها سال ما کوشش کردیم زحمت کشیدیم که افتخارش بر تمام افغانستان برای آینده نسل افغانستان است برای اطفال ما و شماست که یک تعداد بسیار درست و بسیار خوب گذاشته شده که به این سطح رسیده که از این به بعدش ما از تمام شما افغانای خود خصوصا کسایی که در آمبورک است خواهش میکنیم که بیاین دست به دست هم بده دروازه بر روی کلگی باز است در هیچ موضوعات سیاسی موضوعات قومی موضوعات نژادی موضوعات مذهبی و لسانی هیچ چیز وجود نداره فقط بر افغان و افغانا ساخته شده دیگه به این خاطر ما از کلگی خواهش میکنم که یعنی طور که شما ویدیو رو میبینید تیم قندار است که مقام سیوم گرفتم که ما از آرون جان و از فرایی صاحب که رئیس تیم هستن که هم تشکر میکنیم ایشان همیشه زحمت کشیدن همیشه ما را تشویق کردن همیشه ما را یاری کردن که تشویق های از این دوست هاست که ما کوشش میکنیم بهتر خوبتر پیش بریم تیم خندار در مسابقات که در بین الافغانی بود مقام اول گرفت و امروز در مجموع مقام سیوم گرفت این هم یکی از بازیکنهای افغان خودم است که در تیم به نام هویروپاک یک تیمای کلاب رسمی است که در آمبورگ هستم که مربوط آلمان است که خودشان بازی میکنم که مقام دوم گرفت و تیم اولی که مقام اول گرفت اینا مکمل تیم آلمانی است که اینا تقریبا اکثرتش پروفشنال بودن کسایی که در پروفشنال بازی میکنن اینا یک تیم درست کرده بودن آمدن اینجا که مقام اول گرفتن خب البته این مسابقات در دو روز بود و همین ختم شد دیگه اگر لطف میکنید شریف صاحب صدا رو کم بلند کنین خب دوستای عزیز بلند مکسر حاجی صاحب محترم بسیر جان ناصری رئیس ده کمیته ده آلمان دلتا تشریف رو آورده دیمو ده پرمونن تورنمنت ده آمبور پخر که در مورده ایدن ایو جهان منو نکوو چراغی که ده تورنمنت که برخواه واخسته و دیمو زوانانی تشویق کرده دیتا خلاصی ایو چه هامبورگ ترابلی بود ستوری ماشه یا آجی صاحب آجی تشکر لطف ما کامی را بانی دلار لر نرابلی تا ست ویل لر ایدی تلویزیون لیدون کو تا زوانانو تا خوابال داوائم چیز رو پختو غریگم که فارسی دوانه ما تا یو دی کولایش فارسی و غریگ سلام بایم خدمت دی
لیدون که ده تلویزیون ده پیام ده افغان ها ورزشکاران ها ورزش دوستان چه تشریف داری طول دنیا که و زمنان باید تشکری و کنده تاسونه ده کوهستانی سب نو تاسونه چه همیشه ده پروگرام مخیوله یو جان سپاس و قدردانی کنم تشکر زه اگر چه پرون راتلم متاسفانه نظر که مشکلات نشم راتلم و نا وقت او رسیدم و زمنان منگا تیم راوستو متاسفانه اگر تیم و مشک چی راولو خب بیام زه ابراز قدردانی کنم دیگه کمیته ده کلب ده ورزشی ده خانبور کنون دی آریانات تشکیل شوه ده تقریبا ده دری چلور کاره که طور وظایف ده خب طور رشتو که مخیولی مخصوصا والیبال و فوتبال که فوتبال تیمونه دی کرایس لیگه نه لیگه ده آکه و بعدا اوس لندس لیگه تا راغلی چی یعنی دقیقا طول افغانان تا باید ده افتخار ده و منگا همیشه باید تشویق بکدوی چه دون زحمتی بیشتی هم زوانان و هم دا کمیته ده فوتبال و والیبال دیدوی چه تیم به حساب یعنی دلتا دیر مشکل ده چه تیم پا یاو کال که پور تراشی قهرمان شی باید بل گروپ کراشی یا بل کال که هم قهرمان شی بل گروپ کراشی هم دقیقا سی دوار تیمونو قولی شی او قولی دی چه اوز پا لندس لیگه که یعنی گروپ دی جی که قرار رو لری بازم نن زد تشکری کن دیگا دوستان نچی داد تولمینو ندوتا به حساب برگزارهی او دازوانان تولهی دی تول اروپا نه بازم نن تشکری کن دیگا دوستان نچی بخارد کن که تورنمنت هر کال دی دوزر و ونه توسه آقوی موفق شوی تورنمنت نیسی و زمنان خپل هامبورگ که در تورنمنت نیمنان نیول که گی چه آقا دوستان آقا برونه ده کنون ده قاریزاده دی و آقای زمانی ده و سلیمان جان عالم ده چنه باید قلبا اظهار ده سپاس و قدردانی دی آقوی نیمان و زمنان ده تاس دوستان نه چه همیشه ده توردشکاران زوانان طولوی و تشویقوی دقا طول شایده چه باید زوانان هم تاس ده متوجه ده تاس قدرم پوشی و زمنان اگه دوستان نه حساب باید وای چه آقوی ورزشکاران دی و خپل هامبورگ که جوان کهی اما متاسفانه اگه ورزشکاران نن دی تورنمنت که تشریف ندار آوله متاسفانه زایده حساب تاسف ده چنو پیگم ولی امیدوارم چه طول لاست یوزای ورکو او دا کمیتی چه حساب آلمان و یا اروپا که تشکیلی گی طول یوزای شو او منسجم شو او غالو چه ورزشکاران تشویق دقیقی ما امید و آرزو آجی صاحب تیمو گوده طول ورزشکاران و هر چوک چه فعالیت دو تیمو که کار پا دو غل لیر بانده قدم یک دی طول دیم دو دو پاره یو خدمت واری ورزش تا وکا اما چه ار وقت دست مستجم شو یو لاز شی ده ما پر نظر خه نتیجه ورکیوی دی دونه چه پارچه پارچه اما دیمو گوه آرزو هم دقیقه ده خدای ده ده طول ملت بکد که یو اتفاق اتحاد راولی خدای دې ټول موفق لري یعنی واقعا نن ورځ چې دغه افغاني ټیمانو په هامبورګ په ښار کې دغه افتخارات لاسره ولې دغه تنه موږ دغه ګروپ ته چې کار کړو دغه تنه موږ ته دغه افتخاري نه دی چې ټول افغانانو ته د څه په آلمان کې دي څه په امریکا په نور ځایو کې دي افتخارات یعنی خوشبختانه موږ د سپورت په باندې کې ډېر ښه نیک نوم افغانانو پیدا کړی دی دغه ځای د افتخار دی شکر دی نور خدای دې همیشه همیشه کامیاب لری تو تاسه همیشه کامیاب وسی تو نمیتونم نورم اضافه شی تشکر منانه یا هم یو جهان منانه تاسو نن ما وخت ورکړ چې زراغ لم د تیاسو تعلیم او باندې تشکر پروګرام د تاسو د هر وخت کولای شي چې راشي زما ای سپ تشکر که زای دو د ایز مستان د ای او اس وخت ورزش باشه ما سردی و گرمی نمی ای علاقه و عشق با ورزش و وطن مردم نشان میده که شما از راه دور د ایز تشریف میارین بسیار جو تشکر لطف کردین مهربانی کردین همیشه موفق باشین همیشه پروگرامایتان به صورت درست پیش با تشویق شما دوستان بسیار جو تشکر خب بیننده های عزیز در یک قسمت پروگرام ما سر تیم والیبال
کلاب آریانا صحبت میکنیم که در هفته پیشتر مسابقه در تاریخ نو مسابقه داشتن که خوشبختانه 3-0 مسابقه را بردن و اینیا بدون از امروزا مسابقه داشتن این مسابقه را بردن، بدون از این دو مسابقه هایی که اگر می بردن یا می باختن تیم ما در سطح جدول قرار داشتن و مراتشان بسیار پیش بود و اینیا به یک لیگا بالا آمدن، یعنی قهرمان شدن. این جای افتخار است بر هم افغانای ما، بر هم سپورت ماینا که یک تیم والیبال که 3 سال یا تاسیس شده یا بنیاد گذاشته شده که اینا هر سال یک گروپ بالا رفتن که امروز قهرمان شدن و به 3 لیگا آمدن، لندس لیگا بودن، در لندس لیگا آمدن. یعنی جای افتخار است که ما بر هم افغانا ای افتخارات و این موفقیتشان تبریک میگم و بر خود ورزشکارا، این تیمی که ای گروپی که والیبال میکنن، ما برشان تبریک میگم و از پیششان تشکری میکنم که در این چند سال که زحمتایی که کشیدن فعالیت کردن و مسابقه را پیش بودن در این سطح رسیدن. یک تشکر میکنم که یک نام نیک خوب دست والیبال فربند برای همه افغانا کمایی کردن و افتخارش تنها برای کلاب و برای ما که مسئولین کلاب هستیم نیستی، برای افتخاراتشان بر همه افغانای جهان است، به خصوص برای افغانایی که در شهر آمبورگ زندگی میکنن برشان افتخاراتشان میرسن. و ما فعلا که این تیم ها تا این قسمت رساندیم، این زحمات چند سال گروپ ما و رسولنی و یک گروپ هستیم که کارا را میکنیم و این زحمت ها را میکشیم، این تیم ها را جور کردیم، ما تا این سطح که رساندیم از همه مسائل اقتصادی یا معنوی از هر نگاه ما بسیار کمک کردیم. صدایش بلند کنید شریف صاحب. خب. و اینمیش اونمون زحمت های ما بود و زحمت های از امی تیم بود که به این سویه رسیدن. بله دیگه به شکر زنده باد افغانستان، زنده باد. زنده باد. خب بینندگان محترم، شما دو گزارشات فوتبال و والیبال دیدیم. حالا میایم به سر کارهای بعدی که مربوط موضوع تکواندوست، که در تکواندو ما در تاریخ 18 و 19 فوریه، یعنی نه اشتباه کنم، معذرت میخوایم، که ما در تاریخ 9-10 مارچ اتحادیه ورزشی افغانا در آلمان، خصوصا استادان تکواندو که اینا هم عضو این اتحادیه هستن که شما عکسشان تبریک میبینید، محترم استاد فیضی، استاد صاحب، استاد آرون صمد و استاد عبیب کاظمی، به ارتباط و تفاهم با تکواندو افغانستان، البته فدراسیون تکواندو افغانستان، 6 ورزشکار جوان را از تمام اروپا اینا آماده ساختن و ثبت نام کردن و در این مسابقات که به نام جرمن اوپن یاد میشه که اضافه تر از 60 کشور جهانی اشتراک میکنن و در این مسابقات، یعنی یک مسابقات بین المللی، مسابقات از بسط جهان که این مسابقات طور گفتم در تاریخ 9-10 مارچ برای 2 روز در هامبورگ دایر میگردد و ضمناً در این مسابقات امی بخش تکواندو و
کمیته ورزشی افغان آرمان محترم دکتر صاحب دلم هم دعوت کردم به صفت دکتر ورزش طور که شما عکسشان رو میبینین. این دکتر صاحب و غیر از موضوع طبی اینا خودشان هم ترینر هستن و هم رفری هستن، آدم زحمتکش هستن در اکثر مسابقات افغان ها با تمام وسایل و تمام امکاناتی که در پیشان دارن برای افغان ها در خدمتشان بودن و کوشش کردن و همیشه خود رساندن از وقت خود از پول خود. طور که ما همیال میبینیم در تامبورگ در حدود 800-900 کیلومتر فاصله دارن و اینا اگر در موتر بیان و یا اگر در ترین بیان چند صد اورو مصرفشان میشه، ولی چون عشق و علاقه به وطن به مردم به افغانای خود دارن همیشه آمدن و زحمت کشیدن. خب دوستان ما میخوایم که زیادتر صحبت کنم، ولی طور که شما عکس میبینیم ما میخوایم که محترم فیضی سر رو روی خط تلفن بیاریم و از خودشان سوالات داشته باشیم راجع به شاگردای خود که اونا را شش نفره که هستن اونا را معرفی کنن که اونا کی هستن. من یک شما تلفن میکنم برای فیضی صاحب. فایز صاحب محترم سلام، رسول هستم کوهستانی. کوهستانی محترم سلام، ما خدمت شما خدمت خانم محترم شما و بینندگان عزیز هم تقدیمات. فایز صاحب معذرت میخوایم که شما را زحمت دادیم، میخواستیم راجع به مسابقات جرمن اوپن که تاریخ 19 در شهر آمبورگ دایر میگرده شما اگر لطف کنین طور مختصر همی جوانایی که شما آماده ساختین برای این مسابقات به نام افغان و زیر بیرق افغانستان اینا اگر سرزمی کمک صحبت کنین و زمان اینا رو به معرفی بگیرین. ما تقریبا این برنامه را از چندین ماه به این طرف زیر نظر داشتیم و در جستجوی جوانا بودیم که با خوشبختانه از کشورهای مختلف اروپا ما تانستیم که بهترین استعدادهایی که در گذشته مربوط تیم ملی افغانستان بودن و فعلا به عنوان پناهنده در کشورهای اروپایی زندگی میکنن و عضویت بعضشون عضویت تیم های ملی کشورهای خارجی رو دارن، اینا رو تانستیم که در زیر سقف و زیر چتر نمایندگی فدراسیون تکواندو افغانستان بیاریم و خوشبختانه که امسال تانستیم اینا رو از طریق فدراسیون تکواندو افغانستان به مسابقات جرمن اوپن که تحت نظر WTF و تکواندو فدریشن برگزار میشه و میزبان مسابقات کشور آلمان است که از طریق فدراسیون تکواندو آلمان برگزار میشه، مسابقات رنکینگ جهانی است و این مسابقات در عین حال آمادگی است برای مسابقات جهانی در ماه جولای در کشور مکزیکو. خب فایز صاحب ما اگر زحمت نمیشه امی عکس های شش بازیکن ما در روی صفحه تلویزیون میاریم، شما میاره مختصرا نگم به معرفی بگیریم. چرا نیست؟ بله؟ بسیار کوشن شما امیال عکسی که وجود داره در تلویزیون امیر میتونی سرشان صحبت کنیم. این عکس ها فیلن عکس ما را انداختن که در اولمپیک 2012 لندن تیم افغانستان امرشان هم کاری کردیم. اکس هایی که بدیمه سر شما صحبت کنین. درسته. بله ای اصیل محمد ساک است از کشور آلمان که در وزن 63 کیلوگرم شرکت میکنن که سال گذشته در مسابقات پارک بوکال که هم مسابقات بین المللی بود و مسابقات ماسترکپ آلمان دو مدال طلا دارن. بله خب همونطور اکس های دیگه مه به تعقیبش؟ اینا حبیب جان نیکپای هستن. یک عکس اگر شما دوباره چی کنین عکس اول دوباره بنازین. بله جان امیان این را میگین شما پیش هستین جات هم عکس اول دوباره بنازین عکس پس دور بخورین شریف صاحب عکس اول دوباره بنازین امیان را میگین اینا وحید الله نوریس در کشور سوئیس زندگی میکنن، تمرینات خود زیر در تیم ملی افغانستان کردن و همچنان در لیگ ایران بازی میکنن که چندین مدال بین المللی از مسابقات جنوب آسیا
مثل کشورهای آسیایی و همچنان در جام فجر ایران که یکی از قوی‌ترین مسابقات در سطح جهان است دارند که اینا در وزن 74 کیلوگرم مسابقه میکنند. امی اکسای تکواندو را شریف صاحب پرتین اینا را تیر کن سا... امی یک لحظه اینا رشید جان هستن که بسیار نوجوان با استعداد در کشور سیدان زندگی میکنن که دو هفته پیش در مسابقات بین المللی سیدان قهرمان اروپا را شکستن. قهرمان اروپا از کشور انگلستان کسی بود که محمد باقری معتمد عریف رولای نکپای در مسابقات 2012 لندن امی عریف از نه شکست داده بود که توانست که عریف خود با تفاوت 10-5 شکست داده. ای عبیب جان نکپاس برادر روحلا نکپا. روحلا نکپا کسی است که برای تمام افغانای ما اسمشان معرفی است، قهرمانی که دو بار توانست مدال برنز المپیک جهانی را کسب کند. از کشور نروژ که در وزن 63 کیلوگرم مبارزه میکنند، همچنان سالهای سال تحت نظر استاد کوریی در کابل با تیم ملی افغانستان تمرین دارند و یکی از چهره‌های بسیار سرشناس و ممتاز ما میباشند. متاسف صاحب دل هستند که شما قبلا معرفی کردین که واقعا یکی از دکترای پروفشنال که ما شما در سطح اینا بسیار کم کسا داریم که ما را در مسابقات المپیک 2012 لندن کمک کردن و همچنان در مسابقات جرمن اوپن و هلند اوپن خودشان وعده کردن که حضور میابن و بچه های تیم کمک میکنن در بخش تبابت. خب فیزه بسیار زیاد تشکر، لطف کردین از معرفی. آقای کوشتنی میگه چند یک تصویر بسیار مهم است که از میلاد آشناس امور تابل شما روی صفحه نگذاشتین. اصلا این از شریف صاحب پیرا میکنه. یک دفعه بازم دور بتین شریف صاحب که یک عکس مانده میلاد آشنا و اینا ویجان نوری سن از کشور سیمیز که نار معرفی کنیم. خب بارین تیر کنین دیگه شم. میلاد آشنا و عبدالحمید از کشور دنمارک دیگه شتیر کنین شریف صاحب. کشور سیمیزن دو تصویر دیگر شما نگذاشتین. دیگه شم اینا هستن پکی اخ بخیالم؟ نه خیر اینا رو که بایجان نوری خب بایدن تیر کنین دیگه شه؟ بایدن دوباره سر اکس ما بایدن چی تخنیک پرابلم تخنیکی دارن اکسا ها تیر کردن چیز کنن پس دوباره دور رو میخورن. خب خیر فایزی سایی از تیم ملی ماست که در کشور دنمارک در برای تیم ملی دنمارک مبارزه میکنم فعلا حاضر شدن که زیر بیرق افغانستان حاضر شدن و بخصوص دهیز یک چیری بسیار ممتاز داریم که میلاد آشناست که کسی است که در مسابقات تست ایونت برای 2012 لندن مدال نقره داره و در چندین مسابقه بین المللی که در اوس اوپن، مکسیک اوپن و چندین مسابقه اروپایی را مدال طلا مدال نقره داره و از چیرهای ممتاز هستند که به امید پروردگار و به دعای مردم انشاءالله که اینا نتایج بسیار درخشان در مسابقات جرمن اوپن خواهد داشتن. و نگفته نمانیم که این مسابقات وی افراد و ورزشکارهایی که ما با خود داریم، اولا از خود شما تشکر میکنم کوشتنی صاحب که هم از لحاظ مالی تمام مسئولیتش شما به دوش گرفتین و شما یک دنیا سپاس و امیدوار هستیم که سرای ما را تمام افغانای ما بخصوص افغانایی که از لحاظ اقتصادی توانایی دارن بتونن دست ما رو بگیرن تا بتونیم واقعا که چهره های درخشان در سطح ورزش افغانستان و معرفی بگیریم و همچنان افتخارات بیشتر برای فدراسیون تکواندو افغانستان بر ورزش افغانستان تقدیم کردیم. این اکثر کمیل شما مندازین اینا عبدالحمید هستن از کشور دنمارک. بله. که فعلا دبی تشریف دارن و در مسابقات دبی اوپن رفتن امروی تیم ملی دنمارک و ما امروی بچه ها سه روز پیش از مسابقات در شهر آمبورگ همونطور که شما لطف کردین ترتیبات برشان گرفتین جای خواب و هتل و جای تمرینشان هم واسه روز آنبورگ تمرینات مشترک خواهد داشتیم. بعد از اون روز جمعه میریم برای وزن کشی و روز شنبه و یک شنبه مسابقات ما در آنبورگ خواهد بود. بسیار زیاد تشکر فایزی صاحب. امشالا در پروگرام بعدی مفصل سر لایف شما با شاگردانتان در پروگرام میاین و بخیر از مسابقات و از تمام مسائل به شکل مفصل برای بینندگان تلویزیون و ورزشکاران و خصوصا کسایی که در بخش تکواندو علاقمند هستن مفصل برشان تشریحات ان شاء الله میدین. بسیار زیاد تشکر، لطف کردین که در سوالای ما جواب دادین و شاگردان رو به معرفی گرفتین. جان سپاس شما کوشتنی محترم.
موفقیت شما میخوام که همیشه ورزشکار رو تشویق کردین و برنامه خوبتان همیشه بر تشویق ورزشکارا بوده. موفقیت بیشتر به شما آرزو میکنم. شام شما خوش. تشکر لطف کردین. خداحافظ شما. خب بینندگان عزیز، یک اعلان داریم. اگر شریف صاحب یک اعلان ما رو تیر کنیم، بعد از اون میایم سر موضوع بعدی که کنفرانس در اسپانیا در شهر مادرید بود که ما در اینجا گزارشات ورزشی داریم، انشاءالله برای شما بعد از اعلان برای شما توضیح میکنیم. البته کنفرانس برای دو روز بود در تاریخ 18 و 19 همی ماه فوریه که ما و موسنا هم دیجا دعوت شده بودیم. بینندگان تلویزیون، ورزشکاران عزیز، به تاریخ 18 و 19 فوریه امسال کنفرانس بین المللی برای تأسیس مجموعه دانشمندان و محققان افغانستان جهت قطع جنگ، تأمین صلح و بازسازی افغانستان دایر گردیده بود. البته خوشبختانه ما را هم دیجا به صفت یک ورزشکار و صفت یک افغان و یک تحصیل کرده افغان هم دعوت شده بودیم. در این کنفرانس که استادان، فرنگیان و شخصیت‌های علمی از سراسر جهان من جمله افغانستان عزیز اشتراک ورزیده بودن، طی دو روز مطابق اجندای مطروحه با کار و کنفرانس پرداختن. در روز اول کنفرانس 18 فبرر در آن عده‌ای از پروفسوران یونیورسیتی‌های اروپایی، نهادهای مدنی خارجی، سفیرهای برخی از کشورها و دانشمندان و متخصصان افغان اشتراک ورزیده بودند. بعد از ارائه طرح‌ها و پیشنهادات مشخص برای شناخت و راه حل بحرانات افغانستان ادامه یافت و به شب فرنگی به پایان رسید. البته در روز دوم کنفرانس تاریخ 19 فوریه که مجلس بین الافغانی بود و اگر چه بعض خارجی ها هم اشتراک کردن، ولی تمام صحبت ها افغانی بود و در این صحبت ها ارائه تر کنفرانس بر اساسنامه و مسائل تشکیلاتی پرداخته شد در فضای کاملا آزاد و دموکراتیک و با تصویب نقاط ضعف این کنفرانس به پایان رسید. اول تصویب اساسنامه مجموعه دانشمندان و متخصصان افغانستان، دوم تعیین پروفسور دکتر عزیز رحمان اکمی به صفت رئیس، انتقال صلاحیت به یک کمیسیون جهت ویرایش اساسنامه، دادن صلاحیت به رئیس مجمع برای کار تدارکاتی به خاطر تدویر اجلاس عمومی مجمع، انتقال صلاحیت تعیین شورای رهبری با اجلاس عمومی، انتقال صلاحیت برای رئیس مجمع به خاطر تامین ارتباط متخصصین پوان جهت ایجاد شورای رهبری 65 نفره و هکذا تامین و تماس با سایر متخصصین در سطوح مختلفه علمی و تخصص. دوستان عزیز، ما در اینجا که اشتراک کردیم واقعا یک کنفرانس بسیار علمی، بسیار کنفرانس به خاطر افغانستان، به خاطر آینده افغانستان که ما خود ما شخصیت‌های بزرگ علمی را که دیدیم. بسیار از این کنفرانس ما امیدواری‌های زیاد داریم و ضمناً ما و موسنا جان با صفت ورزشکار اینجا دعوت شده بودیم و ما میخواییم که گزارش مختصر از اینا را از امی کنفرانس برای شما را کنیم. اگر شریف صاحب زحمت نمیشه امی ویدیو را پلی کنیم. Thank you.
در اینجا عشق خدا بگیرد که مددی عزیز افغانستان
این قهرمان میدان هنر افغانستان همان آهنگی را میخواند که ما در جوانی میشنیدیم. وطن، ای وطن، وطن که من برای تو جا میدم. من برای شما چی ببینم؟ شما هر کدام متخصص افغانستان هست. میخواهم اونجا از یک موسیقی تشکر کنم که آقای حکمی است. آقای حکمی از شما از صمیم قلب تشکر. از خانمشون تشکر میکنم که در اینجا زحمت کشیدن. السلام و رقای خلقه محمد سعید الانبیاء و المرسلین و لآله و صحبه اجمعین. اما بعد، I was asked to speak in English and also the separation of religion and politics in Islam, which it doesn't exist. And in this 15 minutes, it's 10 minutes to 4, not according to my California watch. I don't know what time is it, but I know it's 10 minutes to something. This 15 minutes presentation, I tried to make some important points. But before I say a few words about my topic that was chosen by Dr. Hakami, اگر خنجر به قلب من درآید، صدای ناله و زاری برآید، بگوید، بگوید، ای وطن وای، ای وطن وای، کند زوبش چه سیاهی در هم آید. It's honored to be here with this distinguished panelist. I certainly appreciate. I appreciate the initiative. A special thanks for the people who organized this conference, especially the third party. Although Mr. Stavit, in all of that, we shouldn't tell our story, but I have to tell our story. My name is Zora Yusuf Dali. I'm a co-founder of Afghan Women Association in Southern California, and I have a television show on Oyama Afghanistan Television, which broadcasts from Los Angeles to all over the world. And I'm Miss Afghanistan 1972, and I'm still holding the title. انتقاد بسیار زیاد جدید در مورد شما یا در مدای منطقه خودمون در وسلم دار نیست، اما متوجه آدم باشه به نظر من خود سپیس یک جواب اگر شما دارم ببخشیم. They say youth is a carrier of knowledge, and we heard a lot of speeches that this knowledge which is now inside a lot of experts in here, they really want to give it to somebody. And there's a time which we should do that. And today, we take it literally. Our elders, they wrote an article on how to solve the problems of Afghanistan, and you heard a lot of different solutions from different other respected professors. So I've tried. So I'm going to be very short, you know. In order to close first part of the agenda regarding the International Conference for the Establishment of the Experts Council of Afghanistan carried out at the Faculty of Political Science and Sociology of the Conferences, University of Madrid, I should like to thank the respective interventions of the participants and the efforts of all. Really, برادران بسیار عزیز، صبح همگیتون بخیر. بر روز دوم کنفرانس بین‌المللی پیرامون ابراز نظر روی تشکیل انجمن متخصصین افغان خوش آمدید. من دکتر فضلالدین فضل، استاد پانزده زراعت کوانتونی کابل هستم و خوشحال هستم که خود را در بین یک مجموعه بزرگ دانشمندان، محققین، متخصصین و اهل بزنس که از سرتاسر اروپا و حتی از کانادا و ایالات متحده خواهران عزیزم، نفیسان
حقوق بشر در طول تاریخ دارای نشه و فرصهایی بوده است. بشر برای کسب و حصول آن تلاشهای زیاد برمیدند. اطلاف قربانی ما دارند. زمانم محمد ایوب خالق کار سلیمان خیل سلیمان خیل تونی سر از ایش نمائی شورای رئیس سپاه. گران و محترم و حاضرین و خانی دکتر امی شخصتون و عزیزان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در طول عمره هغه کسانو چې دې غونډې کې ډېر زحمت ایستلی ده او موږ ته بلنه راکړې مننه وکړه. عزیزانو دا یوه کاره خبره ده. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام، احترام و ادب خدمت هر تک شما دانشمندان عالی‌قدر، عالی‌ترین قشر جامعه امروزی، خصوصا قشر افغانستان. من از کابل، از بین مردم دوار دانشمندان عزیز، اگرچه من متخصص هم نیستم و حتما دوست هستی که لطف کردن جناب دکتر پروفسور صاحب و جناب پروفسور لطف کردن برای مرامان من من مسئولی اگر جمعه فرهنگی در اتریش هستم، مسئولی اگر جمعه همبستگی به مجال خود در اروپا و سایر امتیاز و یک فصل نامه پیسه تا سوی در سر فصل دنیا بخش بیشه فصل نامه بانو هستم. بسیار لذت بردم، بسیار بسیار خوش آمد از این که آقای بابی بودم که دانشمنده افغانی صرف نظر از تعصب قوم، زبان، وابستگی های سیاسی بازم که در همجام میشه و مطمئن ده ایچه باید بخاطر آینده افغانستان. ما صحبت های دیروز آقای مستقی دیدم بسیار خوش بود لیدن کنم آقای مستقی دیدم جوز آقای دیدم مختلف لیدن. من بسیار بسیار خوش بود زمانتون بخاطر آقای مستقی دیدم به رسمیت شناخته شده است.
و مانند سایر کلاب‌های ورزشی آلمان و اروپا به فعالیت آغاز می‌دهند که ما در وقت بسیار کم دستاوردهای بزرگ و افتخارات چشمگیر را به نام افغان و افغانستان به دست آورده‌ایم که در تاریخ ورزش هامبورگ و آلمان به سابقه می باشد. البته باید یادآور شد برادرها و خواهران ورزشکار شما کوشش این را هم داشتند که با تیم‌ها و فدراسیون‌های ورزشی در داخل افغانستان ارتباطات ورزشی داشته باشند. طوری که می‌دانید مشکلات بسیار زیاد است ولی امید ما زنده است. خوب منظور است زمان می‌توانید که ارتباطات ورزشکاران را داخل و خارج کشور برای با هم فراهم نمایید. ضرورت در یک فضای صلح، آزادی، امنیت و تهدید جنگ و خونریزی بالای سرشان نباشد. و بدبختانه وطن عزیز و مظلوم ما شاهد این همه بدبختی ها هست. با آن هم خوشبختانه در این سالهای اخیر با وجود آمدن شرایط بهتر برای ورزشکاران طبقه ذکور و هنر و اشتراک آنها در مسابقات آسیایی و جهانی و دست آوردن افتخارات بزرگ در سطح جهان و کسب مقام قهرمان و قهرمانی مانند روح‌الله نیکپا، حمید رحیمی، سیر بادرزاده، عثمان انوری و غیره جوانان با غرور وطن و افغان، خصوصا تحمیده جان کوهستانی که در مسابقات المپیاد 2012 در لندن در مسابقات لندن اشتراک کردند و افتخار باید یاد کرد که دختران تیم ملی افغان در مسابقات آسیایی اشتراک نمودند و افتخارات زیاد به دست آوردند که در این جمله که در این مسابقات نتایج بسیار خوبی به دست آوردند و از همه جالبتر که تیم فوتبال دختران قهرمان افغان ما در مقابل تیم پاکستان مسابقه را برنده شدند که در ترکیب تیم دختران افغان دو نفر از شهر هامبورگ و شش نفر از کشور آمریکا اشتراک داشتند که دو گل این تیم مسابقه را شبنم جان روحین و افتخار رساندن و یک گلشان را مجگان جان و یکشان گیلی جان و موفقیت رساندن. خوب حاضرین محترم، ما آرزومندیم که در قطع شدن جنگ و آمدن صلح و امنیت در کشور و با وجود آمدن شرایط بهتر برای رشد و استعدادهای از بین مردن ذهنیت‌های مرسالاری، آمدن دموکراسی سالم و تثبیت حق زنان و حقوق بشر و غیر شرایط مناسب بشری و اجتماعی مانند سایر کشورهای جهان در آن را بخواهیم. زمینه ارتباطات و مسابقات ورزشی را پیش را در وطن و عزیز افغانستان و سطح بهتر رشد بدهیم و بالاخره طوری که نشان دادیم که گرچه در خارج از وطن هستیم اما در خدمت وطنداران عزیز ما می باشیم و خواهیم بود. تشکر از توجه. و آرزوی است که چنین تلاش های رهگشا شود و سوی آینده ای که ما آرزوی رسیدن بود و آرزوی است که ما برنامه رو او پرمخته برون که تلاشه رو دوران و چه تا دی وقتی دی وقتی برشنه هست
تایید را میکنه رسم کرد. به این خاطر ما امیدوار هستیم که ما بتانیم با انتقاد از خود، با پذیرش افکار دیگران، با رفتن و دیالوگ با دیگران، اون رو با سخنرانی زدم در تالار اطاعت امکنه هست و کلی از ذهن خود ما باید بیرون بکشیم که کسی را حذف نکنیم. وقتی که ما کسی را حذف نکردیم تو علاقه میدیم. خب دوستای عزیز، ورزشکاران محترم، افغانان عزیز، ما البته امی برنامه را کوتاه کوتاه ما خود ما ثبت کرده بودیم، اصلا چون پروگرام ورزشی بود ما به می خاطر ما بسیار شکل مختصر گزارش برای شما نشر کردیم. ما فکر میکنم که گزارش مفصل از ایره شما از تلویزیون ها، پروگرام ها و از دیگه پروگرام ها و نشرات و اخبار و جرایت ها حتمی به سمع شما خواهد رسید. دوستان گرامی، هر کسایی راجع به همین موضوعات کتاب ها صحبت کردیم، کسی سوالات داشتن میتونن از ایبات تلفنی زنگ بزنن. ما صرف یک چند موضوع مهم دیگه هم داشتیم، یک دو اعلان داشتیم که اعلان باید تیر کنیم. حالا فعلا ما میخوایم صحبت راجع به یک دو موضوع دیگه کنیم قبل از اینکه ما اعلان ها را نشر کنیم. یکی محترم دکتر صاحب دل به خاطر مسابقات جرمن اوپن تاریخ 9 و 10 به هامبورگ تشریف میارن. ما امروزشان صحبت کردیم، اونا هم عضو اتحادیه ورزشی افغانا در آلمان هستن. اونا تصمیم دارن که به روز جمعه، یعنی تاریخ 16 معذرت میخوام، نه تاریخ 8 مارچ البته در هامبورگ یک سیمینار ورزشی یا سیمینار طبی دایر کنن که در این سیمینار میخواین اونا کمک های حوالیه که یک بازیکن در جریان بازی یا در جریان تمرین یک جراحت میبینه و نمیتونه به بازی دامده چی باید کرد. واقعا ما این را چندین بار میخواستیم که همین کار سالهای گذشته روی مشکلات اقتصادی، مشکلات مالی و ضمن دور بودن راه ها ما این را میخواستیم دایر کنیم. متاسفانه نشد که دکتر صاحب به حال حاضر شدن که با تمام لوازم طبی یک روز بیشتر اونا تشریف میارن، وقت خود، وقت گرانبای خود برای ما و شما افغانا به مصرف برسانن. و ما خودم شخصا دیدیم در جریان طول عمر که فوتبال کردیم، زمان که تیرندی کردیم، زمان که عمل در کلاب های که میریم، در مسابقه هایی که میریم میبینیم، همیشه این پرابلم پیدا شده که بازیکن همیشه بوده که جراحت دیدن. اکثریت نمیفهمن که همون لحظه چی باید شوه، چی باید کرد. یکی اسپری میگیرن، یکی یخ میگیرن، یکی بوتل آب میگیرن، یکی پایش کش میکنن. خیلی می مشکلات وجود داره و شکل فنی کسی بسیار خوب شده و شاید بعضی ها بفهمن ولی اکثریت نمیفهمن. دکتر صاحب لطف کردن میانده به تاریخ 8 مارچ و کسانی که میخواین از هزار جایی که باشن، از تمام اروپا، از تمام آلمان، خصوصا هامبورگ که در رشته های مختلف ورزش میخواین معلومات داشته باشن، با ما در تماس شوند. از طریق تلفن ها در تماس شوند، ما وقت و جای و برنامه را برشان معرفی میکنیم که دکتر صاحب با اونا مستقیما صحبت کنم. خب دوستای عزیز، سمنان در پولی چوکات جرمن اوپن مسابقات دیگه در هایند اوپن به نام هالند اوپن که در تاریخ 16 و 17 مارس در اوج دایر میگرده که باز هم با کمک محترم برادرایی که قبلا یاد کردیم و خصوصا فیضی صاحب، تیم ملی افغانستان از دعوت شدن و اونا در این مسابقات امشالا کارشان تا تقریبا اندازه اکثرش تمام شده و اونا تمام میشه و میاین. ما با صحبت با برادرایی که در آنلاین ارتباطات که ما داریم با برادرای وطن پرست، افغانای وطن پرست و ازش جوشت و هنرپرست ما که بعداً مفصل با ایشان مصاحبه خواهد داشتیم، اونا رو ما معرفی میگیریم. اونا حاضر شدن که تمام همین بودوباش از اونا یک هفته دار روزی که در آلین میباشن اونا رو از میدان بگیرن، برشان جای بتن و تمام نانی هایشان رو بتن که ما ازشان قبلا تشکری میکنم. واقعا جای بسیار افتخار است. دیروز ما صرف یک کوتا تلفن کردیم که آجل پذیرفت، یک کوتا معلومات میخواستیم. کوهستانی صاحب ما در خدمت هستیم، ما افغانای ماست
هستن ای اشخاصی که واقعا به این مسائل متوجه هستن. چیز است شریف صاحب اگر لطف کنی همی ایلانای خب دیرو گرانو قدرمنو لیدنو که مو پا یولسم ده مای اغا علاقه مندان اغا شوقیان ده والیبال ده سپورت ده برخه ده طول ده اروپانه که چوک ده والیبال شوق لری علاقه مندی اغا تیمونه چه پا نور مسابقو که هم سهم اخسته ای و پا پخانه ای تورنمنتو که بیا هم پا دو تورنمنت که برخه خلی پا آتر پا یولسم ده مای باندی ده هامبورگ بخر که ده آریانا کلب تاست بیا اروپایی ده والیبال تورنمنت پلار اچه والای دی نورتاس دوستان ورزشکاران دی والیبال علاقمندان با خبر و سیچی بیا هم پا آنبور که دی والیبال تورنمنت پا یولسم دی مای پلار اچه وال شوائی دی تاس کولشی چی پا دی که برخه باخلی او پزم که دی البته دوستای عزیز میخوایم سر والیبال ما هم چند کلمه صحبت کنیم که این مسابقات در تاریخ 13 مای بود. در این مسابقات ما کوشش داریم که بلیان دست خب البته در صفحه تلویزیون اشتباه نوشته است اصلا در 11 مای است این مسابقات ما می عکس سابقه را متاسفانه اشتباه شده ولی خوب این مسابقات در 11 مای است. البته در این مسابقات ما تصمیم داریم که یک روز پیشتر تمام کسانی که در والیبال ترینر هستند و تیم بر حال تیم دارن و رئیس کلبشان با ترینرهایشان در شهر هامبورگ دعوت کنیم. تمام تیم ها که ما چرا ما مسابقات را که در هالند رفتیم در هامبورگ بود در دنمارک رفتیم خود ما رفتیم در اوجه در مسابقات با تیم خود اشتراک کردیم. ما بعضی مشکلات را در مجموع دیدیم. امروز هم ما با برادرها صحبت داشتیم زنگ زدن از دنمارک زنگ زدن از زمین در طول همین ماه ها از تمام کشورها امرای ما در تماس شدن خصوصا هم از انگلستان. به این تصمیم رسیدیم که ما همه ورزشکارهای والیبال همچنان در رشته های مختلف همه این پروگرام ها را میخواییم که ما پیش ببریم که خصوصا اولین پروگرام ما در والیبال است که اینا بین دور هم جمع شوند خودشان تصامیم بگیرن که چی باید کرد برای آینده برای بیبود از این که ما بتانیم تورنمنت ها رو بگیریم به شکل درستش که هر برادر که میاید دوباره پس با یک دست پر با یک ذهن بسیار خوب با یک دایی فکر باشه که آینده باید دوباره شده. نه تو وقت هم شده که من شنیدم از مسابقات که هستک گفتن ما دیگه اینمی اولین و آخریش بود دیگه نمیم در آلند شنیدیم در دنمارک شنیدیم به خاطر که مشکلات وجود داشت که ما تصمیم داریم که خب این تعداد گذاری شده نو است برای آینده با چی شکل شوه ما مسابقات با چی شکل کنیم مثل مسابقات اروپایی شکل شامپیون لیگ اگر امکاناتش باشه که رفت و برگشت باشه یک سال چندین مسابقه هر کس علایده علایده میگیره اگر چرا ایره به یک شکل عمومی یعنی نظریات پیشنهادات زیاد مفکورهای زیاد در پیش ماست که کل یک جای جمع شوند و بشینن سر از این صحبت خواد کردیم و از این نتیجه خوب خواد گرفتیم و زمین قوانین به خاطر از این که چه قسم دایر شوه یک کمیسون دایر شوه رفری ها باید تعیین شوه و همیش که هست که متاسفانه تمام مسائل افغانی پرابلم ها وجود داره که حق و ناق دعواها و صورت میگیره نمیپذیرن اگر تو پاوت هم هست که بازم میگه نه داخل بود و مثلا باید ما یک اصول باید بگذاریم به می خاطر هدف ما دیگه چیز نیست هدف ما همیست که بتانیم برای آینده برای آینده از این بهتر خوبتر شد. خب ما همچنان در پولیش شریف صاحب بیره اگر فوتبال چیز پرتیم. خب بیننده های عزیز باز هم کلاب آریانا و هایس فاو تورنمنت فوتبال براه انداخته که در تاریخ 8 یونی در شهر هامبورگ که در فضای آزاد است از تمام اروپا تیم ها را ما به دعوت گرفتیم که بیاین در این تورنمنت سهم بگیرن و
در پالی امی تورنمنت در ختمش یک جشن بزرگ را ما میگیریم با موسیقی و با غذا و با همه. هر کس که حلاقمند هستن هم در تورنمنت والیبال و ای فوتبال لطفا ثبت نام کنن که ما بفهمیم که چقدر تیما در این وقت اشتراک میکنن که ما آمادگی با متعداد تیمها ما آمادگی بگیریم و آماده باشیم. این تورنمنت باز هم از طرف کلاب آریانا و هایسفاو در شهر هامبورگ است. البته دوستان عزیز ما هم میخواییم که سر از تورنمنت فوتبال صحبت کنیم. به شکلی که ما والیبال صحبت کردیم، چیزی که ما فراموش کردیم از والیبال که با برادرها ما صحبت کردیم، همین آیت که تعیین میشه، البته در این گروه آیت که تعیین میشه، ما به صفت یک افغان، به صفت یک ورزشکار، به صفت کسی که میخواهد که علاقه داره که بتانیم در بین افغان ها همین سیستم ها را به شکل درستش پیاده کنیم، ما هم کار و کمک هستیم. منطقه رشته والیبال است و به خود والیبال ها کسایی که والیبال است تعلق دارن، اونا خودشان تصامیم خودم میگیرن، ما صرف شرایط برایشان مایه میسازیم. و در پالی از این همی گروپ که تعیین میشه 5 نفر 6 نفر هر چه کس خودشان که لازم میبینن، اینا در این مسابقات که هامبورگ هست اینا تیم منتخب اروپا را هم میخواین انتخاب کنن، میخوان خودشان انتخاب کنن داشته باشن. در تقریبا در حدود وقت پیش خود سنجش میکنم در حدود 12 دو چند یا 15 نفر که شده، در زمانی که اگر مسابقات در جایی می باشه امکانات از این باشه که اینا سفر کنن، اما شاید امکانات نداشته باشه در وقت، چرا ما میفهمیم که بعضیشان محصل هستن، بعضیشان کار میکنن، شرایط از اون معیار نباشه سایر سفرشان، به او خاطر تعداد یک تعداد زیادتر میگیریم که بتونن با مشکلات در آینده حل بشه. و همچنان در قسمت فوتبال، ما در فوتبال هم امی پروگرام در نظر داریم. ما با فوتبال همچنان اما هنگ می سازیم با مسابقات که در کلن محترم زمانی صاحب برادرهای قریزان و سلیمان عالم در اوجه فعال هستن، کار میکنن در تورنمنت ها که مساله اون رو دایر کردن، که در دو مشترکن بتانیم امی شرایط معیا بسازیم، بتانیم امی مسائله که سر والیبال گپ زدیم، عبارت از تیم جور کردن تیم منتخب اروپا، اگر مسابقات ما شکل بسازیم که مسابقات با کشورها. البته ما یک مشوره نظرم به این بود که اگر بتانیم ما تیمای منتخب هر کشور، طور مثال آلمان است تیم منتخب خود درست کنه، دنمارک تیم منتخب خود درست رشته فوتبال داشته باشه، اما چون کشورهای دیگه اروپایی که میبینیم میان مثل هالند است، مثل انگلستان است، وینا در مسابقات بیاین مشترک کنن به صفت یک تیم منتخب در حدود 5-6 تیم که وقتشان کم زیاد باشه، نه 10 دقیقه باشه، یک نیم ساعت 45 دقیقه اینا فوتبال کنن، یا مسابقات به شکل در رفت و برگشت در تمام سال ایرا برنامه ریزی کنن. مشکلات داره در اینجا، مصارف کار داره، مصارف مادی و معنوی که باید افغانای ما خصوصا کسایی که در امکانات زیر دارن در یه عرصه ما را کمک کنند که بتانیم امی پلانایی که هست بخاطر افغان، بخاطر افغانستان، بخاطر بنام افغان، بخاطر اولادای ما و خودت هموطن عزیز ما بتانیم میره پیاده کنیم. بسیار کارای نیک است که اصلا آینده بسیار درخشان و بسیار خوب داره برای تمام افغانای ما. دیگه ما تصمیم داریم که امی پروگراما را فوتبال و حساب فوتبال و والیبال داشته باشیم. خب من فکر میکنم که شریف صاحب اشاره میکنه که فقط یک دو سه دقیقه موسن جان دیگه وقت داریم. خب تلفن دیگه معذرت میخوام، تلفن وقت گرفتنش نیست. ما هم به نوبه خود به همه خواهرها و باشندهای شهر هامبورگ در هر رشته ای که علاقمند هستند، بخش والیبال، بسکتبال، فوتبال، تشت تنس، بدمینتون، سطرنج، هر ورزشی که بازی، هر ورزشی که شما علاقمند هستین، دسترسی دارین یا میخواین امرای ما به تماس شد. ما میخواییم که در بخش دخترها و خانمهای افغان هم تیمهای داشته باشیم که امطور افتخارات که بچه ها به دست میارن، امطور افتخارات دخترها هم به دست بیارن، که همیشه دخترها هم نام خدا با استعداد هستن، لیاقت دارن، اما باید شروع کنن به کار، امرای ما همکاری کنن، ما را تنها نگذارن، ما به همکاری و کمک های شما ضرورت داریم.
دیگه هر کس که علاقه منده است از پیشان خواهش میکنیم که بیایه ای تیم ها و ای کلاب گروپ ها را منظم بسازه امرای ما همکاری کنیم. البته دوستای عزیز تبر موسنا جان گفت دروازه کلاب آیسفا و آریانا و اتحادی ورزشی آلمان افغان در آلمان بروی تمام هموطنان عزیز ما باز است. در این سه نام که گرفتم هیچ موضوعات مذهبی، قومی، لسانی و سیاسی اصلا این بر افغان ها، بر تمام افغان ها، هر افغان که به هر قوم نجات ملت و مذهبی که هست دروازه برش باز است. ما خوش میشیم که بیاین به اتفاق اتحاد یک دست به دست هم بتیم که تمام این مسائل، تمام این پروگرام ها را متفقا پیش ببریم با کمک مادی و معنوی شما افغان ها. شریف صاحب بشارع میکنم دیگه ما به ناگزیر هستیم که پروگرام ختم میکنیم. تلفن متاسفانه بسیار نمیتونیم. خب بیننده های عزیز، از کسایی که ما را تشویق کردن، برای ما اسمس نشته کردن، ایمیل روان کردن، ما را همکاری و کمک کردن، از همه شما سپاس جهان. و کسایی که همی یک و نیم ساعت امروز برنامه ما را تعقیب کردین، دیدین، وقت گرانبهایتان را برنامه ما گذاشتین، باز هم تشکر. تا پروگرام هاینده که در نوی مرس مای آینده در تاریخ نو نشر میشه، همه شما را به خداوند پاک یک دال مسپاریم. اگر شبتان از شبتان خوش، اگر روزتان از روزتان خوش، خداوند یار و مددگارتان. خداحافظ بیندگان محترم.